بمب های احتمالی 2021. حمله هوزیل به کروس. فقط 59 گل تا رکورد تاریخ. در انتظار درآمد 200 میلیونی. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. حرف و حدیث های زیاد پیرامون آینده کریستیانو رونالدو و لیونل مسی به وجود آمده است و بسیاری از حالان شروع به پیشبینی اتفاقات و نقل انتقالات احتمالی سال 2021 کردند. برخی معتقدند که بمب های زیاد در فصل نقل انتقالاتی 2021 در تابستان ترکیده خواهد شد. نگاهی داریم به پرسر و صدا ترین نقل انتقالاتی که ممکن است در تابستان 2021 اتفاق بیفتد. مسعود اوزیل پس از انتقاد تونی کروز از نحوه جشن گرفتن گل پیر امریک اوبامیانگ به او واکنش نشان داد. کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی یوونتوس با گلزنی در بازی تیم ملی کشورش با آندورا توانست شمار گل‌های دوران فوتبالیش را افزایش بدهد و به چهارمین گلزن برتر تاریخ فوتبال تبدیل شود. بارسا می‌خواهد وارد سینما شود. سیکه رودریگز خبرنگار اسپانیایی در رادیو کادناصر گزارش داده است که بارسا جلسات با مقامات هالیوود داشته است و امیدوار است که با ورود به این صنعت 200 میلیون یورو درآمدزایی کند که 100 میلیون یورو به صورت مستقیم خواهد بود و 100 میلیون یورو با پیشرفت این صنایع. شایعات که از تورین به گوش میرسد حاکی از آن است که یوونتوس میخواهد در تابستان 2021 کریستیانو رونالدو را به فروش برساند. از پاریس سن ژرمن و منچستر یونایتد به عنوان دو مقصد احتمالی فوق ستاره پرتغالی نام برده شده است. گاتسا دل اسپورت و تاتا اسپورت گفته بودند که خود رونالدو نمیخواهد جمع بیان کنری ها را ترک کند، اما اگر باز هم در لیگ قهرمانان اروپا ناکام بماند ممکن است تصمیم به جدایی گرفته و راهی باشگاه دیگر شود. کریستیانو رونالدو هنوز واکنش به این شایعات نشان نداده است. از طرف میسی در بارسا هنوز قراردادش را تمدید نکرده است. قرار داده که تا پایان فصل اعتبار دارد و پس از آن میسی تبدیل به بازیکن آزاد می شود که می تواند در تابستان 2021 راهی باشگاه دیگر شود. البته این احتمال وجود دارد که میسی در ماهای باقی مانده باز هم قراردادش را با بیناری ها تمدید کرده و در این باشگاه بماند. میسی در تابستان گذشته قصد جدایی از بارسا را داشت و از پاریس سن ژرمن و منچستر سیتی به عنوان دو مقصد احتمالی او نام برده میشد، اما در نهایت فوق ستاره آرژانتینی تصمیم گرفت که در بارسا بماند و انتقادات تند روانه مدیریت باشگاه کرد. باید دید که تصمیم لیو در آینده چه خواهد بود. با توجه به اینکه انتخابات ریاست بارسا هم در پیش است، مدیریت جدید میتواند تاثیر زیادی در تصمیم گیری بازیکن آرژانتینی داشته باشد. کیلیان امباپه رویای دیرینه فلورنتینو پرز است. البته زینیدن زیدان هم علاقه زیادی به او دارد و همواره سران باشگاه ریال مادرید خواسته تا او را به خدمت بگیرد. گفته میشد که امباپه در آستانه پیوستن به ریال مادرید بوده، اما شرایطی که ویروس کرونا ایجاد کرد موجب شد تا این بازیکن در نهایت در پاریس سن ژرمن ماندگار شود و به تیم مادریدی نیاید. حرف و حدیث های زیاد وجود دارد که ریال مادرید در تابستان 2021 به طور جدی به سراغ کیلیان امباپه خواهد رفت و میخواهد هر طور شده این بازیکن را به سانتیاگو برنابو بیاورد تا جای خالی کریستیانو رونالدو که از سال 2018 احساس میشود را پر کند. در هر صورت گمان زنی ها و حرف و حدیث های زیاد است و باید دید که در آینده در نقل انتقالات سال 2021 چه اتفاقات خواهد افتاد. مسعود اوزیل پس از انتقاد تونی کروز ستاره آلمانی ریال مادرید از نحوه جشن گرفتن پیر امریک اوبامیانگ همتیمی فیلیش در آرسنال که آن را هافبک آلمانی احمقانه عنوان کرده بود واکنش نشان داد. کروز نحوه جشن گرفتن اوبامیانگ و گریزمن را مورد انتقاد قرار داد و آن را احمقانه خواند و همچنان عنوان داشت که آنها الگوی خوب برای جوانان نیستند. اما اوزیل اکنون برای نشان دادن حمایت خود از اوبامیانگ با نشر ویدیوی از جشن او به وی خطاب کرد. در یک بخش شگفت آور و ممنوع در پادگیس که از طریق اسپورت بیلد نشر شد تونی کروز گفت: بسیار احمقانه است. حتی بدترین چیز این است که اشیا در جراب آنها پنهان شده باشد. فکر نمی کنم که این الگوی خوب باشد. چی بی‌معنی. در واکنش اوبامیانگ که تصویر از خودش همراه بود که توسط یک دانش آموز مدرسه رهنمایی ترسیم شده بود که از او خواسته شد در مورد معنای خوشبختی برای آنها فکر کند. اما امروز مسعود اوزیل ستاره آلمانی آرسنال در توییترش ویدیویی از اوبامیانگ با داشتن ماسک را نشر کرد و نوشت: بهترین جشن گل اوبامیانگ. این موضوع در واکنش به سخنان کروز بود. گفتنی تونی کروز هم در حال منتشر شد که اوبامیانگ با جشنهای استفاده از ماسک معروف است. وای در سال 2019 پس از گلزنی مقابل رن در لیگ اروپا از ماسک پلنگ سیاه استفاده کرد که توسط بازیگر فقید چادوک بوزمن معروف شد. اوبامیانگ در طول این سالها از ماسک های بتمن، مرد عنکبوتی و ددپول نیز استفاده کرده است. این بازیکن 31 ساله در این فصل فقط دو گل در لیگ برتر به ثمر رسانده و بعید است که هرگز در کنار اوزیل در امارات به میدان برود. درخشش فوق العاده در دو سال اخیر و تمدید قرارداد در تابستان امسال باعث اعطای بازوبند کاپیتانی آرسنال بر پیر امریک اوبامیانگ ستاره گابنی ورزشمند توپچی ها شده است. حالا اوبامیانگ در مصاحبه فاش کرد که اخیرا نسبت به گذشته تبدیل به بازیکن مسئولیت پذیر شده است. پیر امریک اوبامیانگ گفت: بله، من فکر می کنم تغییر کردم، زیرا شما مسئولیت زیاد را احساس می کنید و من سعی می کنم در هر مسابقه با تمام توان در میدان حاضر شوم. نمی دانم، اما شاید در گذشته نگرانی و استرس کمتر در برخی بازی ها داشتم، اما حالا دیگر این گونه نیستم.
اکنون من فقط روی هر دیدار تمرکز کرده و سعی میکنم بهترین عملکرد خود را ارائه دهم. حتی اگر نیمکت نشین باشم سعی میکنم فریاد زده و به هم تیمی هایم کمک کنم. بنابراین بله، فکر میکنم بستن بازوبند باعث ایجاد تغییر در من شده است. من فکر میکنم این واقعا مهم است، زیرا گاهی اوقات ممکن است روزهای بد داشته و روحی خوب نداشته باشید. بنابراین باید سعی کنید شرایط را به سمت مثبت سوق دهید. حالا در موقعیت قرار دارم که باید به دیگران روحیه داده و آنها را سر جایشان بلند کنم و این وظیفه من است. می توانم بگویم که این وظیفه من است، اما این کار را به طور طبیعی انجام می دهم. زیرا بچه ها در سالن بدنسازی منتظر بوده و می گویند که اگر تو بیایی همه می آیند. من نیز قبول کرده و بنابراین حالا من اولین کسی هستم که به باشگاه می روم. کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی یوونتوس با گلزنی در بازی تیم ملی کشورش با آندورا توانست شمار گل‌های دوران فوتبالش را افزایش بدهد و به چهارمین گلزن برتر تاریخ فوتبال تبدیل شود. مهاجم 35 ساله تیم ملی پرتغال حالا فقط 7 گل تا علی دایی به عنوان بهترین گلزن تاریخ بازی‌های ملی فاصله دارد. کریستیانو 102 گل به ثمر رسانده، یعنی 7 تا کمتر از مهاجم سابق تیم ملی ایران. کریستیانو رونالدو از طرف در تیم ملی پرتغال، اسپورتینگ، منچستر یونایتد، ریال مادرید و یوونتوس روی هم 746 گل زده و به چهارمین گلزن برتر تاریخ فوتبال تبدیل شده است و فقط 3 نفر را بالاتر از خود دارد. کریستیانو رونالدو در حال حاضر فقط 59 گل تا رسیدن به رکورد بهترین بازیکن تاریخ فاصله دارد که احتمالاً تا جام جهانی 2022 به این رکورد خواهد رسید. بوفون در پیام به رونالدو در این باره گفت: کریستیانو رونالدو بزرگ، تبریک به خاطر دستاورد بزرگت دوست من. 746 گل عدد بسیار بزرگ است. تو به پوشکاش رسیدی و حالا باید به پلی برسی. سیکه رودریگز خبرنگار اسپانیایی در رادیو کادناسر گزارش داده است که بارسا جلسات با مقامات هالیوود داشته است و امیدوار است که با ورود به این صنعت 200 میلیون یورو درآمدزایی کند که 100 میلیون یورو به صورت مستقیم خواهد بود و 100 میلیون یورو به پیشرفت این صنایع. سیکه رودریگز گزارش داده است که در حال حاضر بارسا در تلاش است تا به بهترین شکل بتواند این توافقنامه را به نتیجه برساند که البته این توافق روی 4 حوزه در باشگاه تاثیرگذار خواهد بود. بعد این ترتیب بارسا اولین باشگاه بزرگ اروپایی خواهد بود که برای توسعه تجاری و بین المللی کردن خود به سراغ هالیوود خواهد رفت تا درآمد بیشتر را کسب کند و بتواند بخش از ضررهای ناشی از کرونا را جبران کند. باشگاه بارسا البته فعلا در تلاش برای مشخص شدن مدیر خود است. بعد از استعفای بارتومیو انتخابات ریاست بارسا در زمستان برگزار خواهد شد تا جانشین بارتومیو مشخص شود. باید دید که چه کسی این سمت را بر عهده خواهد گرفت، هرچند که در هفته‌های آینده رقابت داغ در پیش خواهد بود که همه منتظرند تا نتیجه آن را ببینند. بارسا قطعا یکی از مهمترین برندهای فوتبال در کل دنیا است. تاریخ انتخابات ریاست باشگاه بارسا مشخص شد. رأی گیری برای انتخاب رئیس جدید باشگاه کاتالان روز 24 ژانویه برگزار می شود و رئیس جدید برای نهایی کردن مذاکرات نقل و انتقالات زمستانی تنها یک هفته زمان خواهد داشت. از این گذشته هم ممکن است تا پیش از آن روز مذاکرات میسی برای ترک تیم کاتالان به نتیجه رسیده باشد و در این باره کار از دست رئیس جدید ساخته نباشد. مدیر موقت بارسلونا بعد از استعفای بارتومیو علاوه بر مشخص کردن تاریخ برگزاری انتخابات اعلام کرد که انتخابات تنها در نیوکمپ برگزار نشده بلکه در چند مرکز رایگیری انجام خواهد شد. علت این تصمیم باشگاه شرایط اپیدمی کرونا اعلام شده است. رایگیری روز یکشنبه برگزار می شود و بارسا در آن هفته با الچه دیدار خواهد کرد. با اینکه هواداران بارسا از انتخاب یک رئیس جدید خوشحالند، اما هر کس سکان هدایت باشگاه را به دست بگیرد با کمبود زمان مواجه خواهد بود. پنجره نقل انتقالات زمستانی یک هفته بعد از آن تاریخ بسته می شود و مدیریت جدید باید قراردادها را در این مدت کوتاه نهایی کند. از این نگران کننده تر اما وضعیت میسی است. قرارداد برستاره آرژانتینی با بارسا در پایان فصل جاری منقضی می شود و او طبق قانون از تاریخ 1 ژانویه می تواند با باشگاه های غیر اسپانیایی مذاکره کند. در نتیجه این احتمال وجود دارد که در زمان روی کار آمدن ریاست جدید میسی با باشگاه دیگر به توافق رسیده باشد و از دست مدیریت بارسا دیگر کار برای حفظ او ساخته نباشد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.